وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. خواهر من، برادر من، کار به جای میرسه که امروز در دنیا شما تو گوگل می‌نویسی woman for، زن برای زندگی، زن برای عشق ورزیدن، زن برای چیز، woman for sale، زن برای فروش. آخریشو نگاه کن، woman for rent، زن برای اجاره. این خونه، خونه برای خرید و فروش اجاره، ماشین برای خرید و فروش اجاره، زن برای خرید و فروش اجاره. قرآن میفرماد که لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. تبرج از برج، ما به چی میگیم برج؟ ساختمونایی که خودشو نشون میده، ساختمونایی که خودشو نشون میده میگن برج. تبرج یعنی خانم میای بیرون خون، میای از خونه بیرون، خودتو برج نکن. این کرامت انسانه. من بارها گفتم کسی که خودشو آرایش میکنه میاره تو خیابون، یعنی مردم حراج شدم. اسلام میگه خانم تو حراج نیستی، وگرنه حالا هر جون هرزه ای خودتو عرضه کنی، این حراج کردن. این خدا به زنای پیغمبر میگه و قرن فی بیوت کن، از خونه بیرون نیاید. بعد میگه اگر میخواد بیاد بیاد بیرون، بیرون بیاید، چون زن گاهی لازمه از خونه بیرون بیاد، مشکلی نیست. از زهرا زنای پیغمبر تا تو جبهه ها هم با پیغمبر میافتن، بیرون بودن مشکل نداره. نماز جماعت، حج، زیارت، تحصیل، مداوا، خدمت به جامعه، زن مثل مرد میتونه وجود فعالی باشه، اما خودشو برج نکنه. چون وقتی خودتو برج کردی، دل چی راضی میشه؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، آیه عربی که اونم قرآنه، یطمع طمع میکنه، یعنی دلش هوا میکنه. چی؟ الذی فی قلبه مرض، او کسی که در قلبش مرضه، یعنی بیمار دلان، روحش بیماره، بعدم عیاش هوسبازه، او دنبال را میفته. خودتو برج کردی، خودتو حراج کردی، هر دو عقبت را میفتن. این کماله. اگر ما یک شیرینی رو که یه پارچه ای روشه ور بریم، پارچه رو مگه تا دور شیری جمع بشن، این ارزش داره شیرینی؟ یا شیرینی رو آلوده میکنه؟ من برگشتم اومدم بیمارستان جند شاپور اهواز، بعد علی آقامون هم بود، هنوز شهید نشد، ما هم بودیم. اومد دیدیم که بچه بردن یه در تو که عمل کنن، یه عده تو حیات تو بران کن. وقتی من رفتم جلو دیدم که این جوونه توی برانکار مثل قرص ماه، این تو شکمش بلنده، اینطوری بلنده، پارچه سفید کشیده. و علی گفتم که علی جون این بزن بالا ببین چیه این. وقتی زدیم دیدون ترکشه، تو شکمش روده‌هاش در به داغونه، ولی داره حرف میزنه. دستشم از اینجا سنگ چیز خورده، رگا مونده، دو سه تا رگ مونده، یعنی آویزون بود. گفتم که پسرم آخه شما اینجوری یه پیغامی داری من به مردم بگم؟ گفت آره، من فقط برای حجاب زن اومدم، فقط برای ناموس اومدم، برای مملکتم اومدم، برای ناموس. گفتم که پسرم خب شما این رو میگی، بذار بنویسیم ما برم به مردم بگم باور کنن. این با دست سالمش نوشت. گفتم خب بهتره که شما امضاشم بکنی. تو چشم این دست سالمه رو زد رو خونه اینجاش، زد دارم کاغذشم دارم، زد رو کاغذ، گفت امضا از این بالاتر میخوای ولی روز قیامت جلوتو میگیرم، اگر هر جا میری نگینو، باید بگید که خانما دخترا حجابشون رعایت کنن، روز قیامت با این سم جلوشونه میگیرم. همه ماها جلوشونه میگیرم، ما برای اسلام اومدیم، ما برای حجاب خانما اومدیم،